قسمت فیلترها هم انقدر همه چی واضح و مشخصه که واقعا من فکر کنم چیزی که میشه با یه کلیک و درگ دید دیگه اصلا ارزش اینی که من بخوام وقت شما رو بگیرم و راجع به چیزایی که واضح توضیح بدم نداره. دو تا مورد فقط من حتما توی بخش فیلتر در موردش صحبت میکنم. یکی این قسمت کالر شماست و این کالر کورکشن. اگر شما خودمز قبلی ما رو دیده باشید توی فاینال کات های قبلی اصلا این جزء پیش فرضای خود اینجا بود. الان اپل اونو حذف کرده، اینجا با عنوان فیلتر آوردتش که حالا راجبش مفصل صحبت میکنیم توی درس بعدی. اما یه چیز جدیدی هم به فاینال کات اضافه شده که اینم خیلی درخواست شده بود و چیز خیلی جالبی هستش که اینو توی این درس با هم میبینیم. شما فرض کنید که این تصویرتون الان یه سری آتشخال اینجا هست و میخواین اینا رو حذف بکنید. با کراپ هم ممکنه به این راحتی حذف نشه. این دراماسک به شما اجازه میده که دقیقاً یه ماسک دور تصویرتون بکشید، خیلی شبیه اون چیزی که توی فتوشاپ احتمالاً باش آشنا هستید. برای این کار شما باید بیایید این فیلتر دراماسک رو اینجا انتخاب بکنید و حتماً این آیکون کوچولو رو روشن بکنید. حالا همونطور که اینجا نوشته کلیک تو اد کنترل پوینت، الان میتونید خیلی راحت اینجا با اضافه کردن این کنترل پوینت ها یه ماسک این دور تا دور بکشید و همونطور که الان دیده میشه خیلی راحت مشخصه دقیقا چیکار میکنه. اگر شما احیانا با آلت کلیکتون رو اینجا نگه دارید میتونید یه نقطه اضافه بکنید و اگرم خواستید هر کدوم از اینا رو حذف بکنید که میتونید روش رایت کلیک بکنید و دیلیت پوینت. اگرم تیز بودن به این شکل خواستید نرم بشن، شما میتونید اسموت رو بزنید و یه همچین اتفاق میفته. اما یکی از مزایای خیلی خوب این دراماسک اینه که کی فریم هم میخوره. شما میتونید بیاید اینجا، مثلا ممکنه یه لحظه بوم توی این تصویر پرده سبز ما توک بزنه بیا تو، یا مثلا ممکنه یه چیز اینجا بیاد و بره ولی روی بازیگرمون نباشه. شما نیاز باشه که این ماسک رو کی فریم بزنید. خیلی راحت شما میتونید بیاید فرض کنید اینجا این نقطه‌ای که اون نقطه مد نظر ما هست اینجا زده کنترل پوینت 8 من انتخاب میکنم. اینجا واسه کنترل پوینت 8 یه کی فریم میزنم. البته همهشو با هم باید کلیک بزنم، فکرم تک تک نمیشه، منطقی هم اصلا خیلی اونجوری که سخت میشه. یه میذاره جلوتر، حالا همین ماسک رو انتخاب میکنم به طور مثال، میارمش اینجا، اینم میارم اینجا و حالا یه ذره جلوتر برای که بازیگرم هم حذف نشه ممکنه یه ذره بالاتر برم. الان شما اگر این تصویر رو ببینید قشنگ انیمیت این نقطه ها توش مشخصه و اون چیزایی که دور تا دور تصویر بوده حذف شده. اگر خواستید از این میتونید برعکس هم استفاده بکنید، میتونید اینورت ماسک رو بزنید و اون چیزی که داخلش هست حذف میشه. شیپ اینجا خیلی مشخصه، تیز بودن خطا این نقطه ها تیز باشن یا نرم باشن یا بی اس پی لاین باشن. به غیر از کنترل پوینتسی که توضیح دادم خدمتتون چی کار میکنه، شما یه ترانسفورم هم دارید که مثل همین ترانسفورم خودمون عمل میکنه و میتونید کل این ماسک رو جابجا بکنید. فرض کنید اگه چیزی داره توی صحنه شما جابجا میشه، میتونید به جای اینکه تمام این کنترل پوینت ها رو کلیک بزنید بیاید اینجا این رو کلیک بزنید و جابجا بکنید. میتونید فدر بهش بدید و الان من اینجا نشونتون میدم منظورم چی هست از این قضیه. این اینجا من کانال آلفا رو نشون شما میدم و حالا اینجا توی این آلفا مشخصه که این چی کار میکنه.
الان آلفا ما یه همچین شکلی هست و در واقع این قسمت سفید ما میمونه، قسمت سیاه حذف میشه. حالا شما اگر فدر رو بزنید این لبه نرم میشه و خیلی سافت میشه و دیگه برش تیز نداره. توی بعضی از کارها ممکنه این خیلی به دردتون بخوره. فال آف هم این تنظیم کردن میزان نرمی این فدر هستش. فیل اپاسیتی هم میزان خود غلظت این کانال آلفا و این میزان سفیدی و سیاهی خود این مت شماست. دوباره این کی رو روشن میکنم. اینجا من اصلا نیاز به فدر ندارم، به خاطر همین خاموشش میکنم و صفرش میکنم. فالات هم همینطور. حالا اینجا الان اگه برگردم توی همون تصویر عادی و تو چنل زپال رو بزنم و تصویر زیری هم روشن کنم، مشخصه که دقیقا چه اتفاقی افتاد و با این درامس چه کاری میشه انجام داد. همونطور که گفتم بقیه افکت ها دیگه کاملا مشخصه، خیلی راحت هست باشون کار کردن و تو درس بعدی هم که راجع به کالر صحبت میکنیم.